فرمانهاش تک تکمون شامل دعای شخصی امام زمانی، تک تکمون، یعنی بر تک تکمون دعا میکنیم، به پرونده تک تکمون رسیدگی. تو یه امام داری، فکر کن کل کره زمین خالیه، فقط تو یه امام زمانت. پروردگارا، شیعیان ما از پرتو وجود ما و باقی مانده سرشت ما خلق شدن، اما همین شیعیان به خاطر مغرور شدن به محبت ما و داشتن ولایت ما و از روی بی‌توجهی گرفتار گناهانی میگردن. این امیدشون نمیگن آقا شفاعت میکنه، ها؟ غرور محبت ما میگردشون. حال اگر گناهانی که آنجا آنها انجام دادن جزء گناهانی است که بین تو و آنها باید حل شود، پس به خاطر ما آنها را ببخش و ما هم از آنها راضی هستیم. گناه بخشیده نمیشه الا رضا کن. و اما اگر گناهانی انجام دادند که حق الناس است، جزء گناهانی است که بین خودشان است و باید حق دیگران پرداخت شود برای بدهیانان، از خمسی که در اموال برای ما مقرر کرده ای به عنوان تقاص و تاوان بدهی آنان برداشت کن و به طلبکاران آنها برسان و آن شیعیان را وارد بهشت کن و از آتش جهنم دور ساز و آنها را با دشمنان ما گرفتار غضب تو هستند در یک جا قرار مده. حالا به خمس اینجوری نگاه کرده بودی؟ بکره همینجوری قلبت میچرخه یه سمتی؟ بکره یه حبس میکنی پاشو بیا اینجا؟ چنیدی میگن دعوتت کردن؟ به قرآن یعنی همین، یعنی خاص بیایی. یوی قلبت میتونست روی ادبار قرار بگیره، پس زدن و نمی اومدی. آقا این همه آدم یه امام؟ بله، به خاطر اینکه ما خودمون محدود اینجوری فکر میکنیم. لا یشغله سمع عن سمع، گوش دادن باعث نمیشه از یه گوش دادن جدیدی مشغول بشه. فعل عن فعل، سؤال عن سؤال، قول عن قول. نوبتی وایستید خواسته هاتونو بگید من ببینم چی میگید. اینا نیست، این همه آدم میره حرم امام رضا همینطور کرور کرور آدم داره میره، تک تکشون داره براشون یه اتفاق میفته.